فعالان بحرینی از ادامه سرکوب ها در این کشور میگویند. احمد از سفار عضو مرکز حقوق بشر بحرین از بازداشت 23 شهروند بحرینی از جمله 6 کودک از 20 تا 26 ماه میلادی جاری توسط مقامات بحرینی خبر داد. السفار گفت سه شهروند بحرینی به دلیل انجام فعالیت های سیاسی آمیز به اعدام و سه بحرینی دیگر به حبس ابد محکوم شدند. افزود دادگاه بحرین با بررسی سه پرونده مربوط به فعالیت‌های های مسالمت ها 21 زندانی را در مجموع به 251 سال زندان محکوم کرد. از سفار ادامه داد، موج بازداشت مردم در بحرین ادامه دارد و مرکز حقوق بشر تا کنون شکل گیری 68 مورد اعتراض در 32 منطقه با عناوین مختلف را ثبت و ضبط کرده است. همچنین بنابر اعلام این مرکز نیروهای امنیتی بحرین در حجوم به دوازده تجمع مسالمت آمیز برای سرکوب مردم از گلوله های ای استفاده کردند که در سطح بین الملل استفاده از آنها ممنوع است. نیروها همچنین اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند که شماری از مردم را در خانه های خود دچار حالت خفگی کرده است. در این سرکوب ها تعدادی از تظاهر کنندگان نیز به طور مستقیم مورد اصابت گلوله های نیروهای سرکوبگر آل خلیفه قرار گرفتند. بحرین از سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردمان کشور است که خواستار اصلاحاتی در ساختار کشور خود هستند. آل خلیفه به کمک نظامیان عربستان سعودی و ماموران امنیتی امارات در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کند. شایان ذکر است بر اساس اسناد منتشر شده در پایگاه ویکیلیکس بحرین در سال 2012 از کشورهای مغرب و اردن نیز برای سرکوب مخالفان درخواست کمک نظامی کرده بود که با همکاری این دو کشور همراه شد.